و این سران جمهوری اسلامی تنها پس از اینکه کارشناسان اوکراینی تکشه پاره های از موشکی رو که به این هواپیما خورده بود رو یافتند، دولت جمهوری اسلامی رو ناچار کردند که اقرار کند. اقرار هم بسیار بسیار خجولانه بود که بله ما نمیدانستیم، گویا موشکی پرتاب شده، ولی تقصیر آمریکاست. اگر اونها این کارا رو نکرده بودند، ما به این کار دست نمیزدیم و به طور تصادفی موشکی پرتاب نمیشد و مردم با شعار دروغگو و دیکتاتور به خیابان ریختند. مردم ایران نباید در شگفت باشند از این دروغگوی دولتی. من برنامه خواهم داشت در آینده درباره این ماجرای تقیه. اما کسانی که در شگفت هستند از این دروغ پردازی آشکار حکومت، یک نکته رو امروز با اونها در میان میگذارم. دروغگویی در ذات آیین شیعه نهفته است. یعنی دروغگویی بخشی از این آیین است. از امام جعفر صادق بازگو کردند که او گفتد که بدون تقیه شما دین نخواهید داشت. اما تقیه چیست؟ من برنامه خواهم داشت به درازا در این باره. موضوع تقیه خیلی ساده است. یکی از باورهای فقهی و کلامی آیین شیعی است که میگویند از قرآن برگرفتند. حالا چگونه است که بیشتر مسلمانان جهان که اهل سنت هستند، بیشتر فقیهان به این تقیه باور ندارند، اما شیعیان به این تقیه باور دارند و بسیاری از دروغ پردازی هایی رو که در تاریخ انجام شده رو به پای این تقیه میگذارند. به همین دلیل هم این پیکره هایی که به چاپ رسیده بعد از انقلاب، که این علمای اعلام جمع شدند، دست شاه رو میبوسند، پول از ساواک میگرفتند، همه اینها رو به حساب تقیه پاکسازی کردند. این تقیه ماجرای یک فقیه نیست. این تقیه بخشی از آیین شیعی است، بخشی از باور شیعیان است که شما نه تنها می توانید بلکه باید دروغ بگویید. این سخن آقای خمینی از نخستین کتابی است که به خامه ایشان نوشته شده، کتاب کشف اسرار هزار ساله، کتابی که در پاسخ به حکمی زاده اسرار هزار ساله نوشته شده در سال 1322، هنگامی که خمینی یک مدرس گمنامی بوده در قم، کسی هم رو نمیشناخته. کتابی نوشته به نام کشف اسرار. در آن میگوید که تقیه آن است که انسان حکمی را برخلاف واقع بگوید یا عملی را برخلاف میزان شریعت انجام دهد که به جهت حفظ کردن خون یا ناموس یا اموال خود یا دیگری باشد. خوب بشنوید، بار دیگر تکرار میکنم. تقیه آن است که انسان حکمی را برخلاف واقع بگوید، یعنی این راستی است. تقیه آن است که شما دروغ بگویید در برابر واقع. چرا؟ تقیه آن است که انسان حکمی را برخلاف واقع بگوید یا عملی را برخلاف میزان شریعت انجام دهد. نه تنها دروغ بگوید بلکه رفتاری را انجام بدهد که با شریعت، با همون آیینی که او با او باور دارد، یکی نیست. چرا؟ برای سه موضوع: حفظ کردن خون یا ناموس، همسرش، دخترش، فرزندانش، یا اموال. یعنی شما می توانید رسما دروغ بگویید برای اینکه دارایی خودتون رو، داراک خودتون رو ازش پاسداری کنید. این سخن آیت الله خمینی 70 سال پیش است، 70 و اندی سال پیش، 1322 خورشیدی، بیش از 75 سال پیش، 77 سال پیش. پس از آن آقای خمینی رساله‌ای نوشتند که من در یه برنامه به درازا به اون خواهم پرداخت. رساله است درباره تقیه. آقای خمینی در این رساله تقیه یا دروغگویی رو به چهار
دست تقسیم کردند. اینکه اشاره میکنم به این تغییر برای اینکه بدانید که چگونه سران جمهوری اسلامی آشکارا و مردم درباره زدن هواپیما برای روزهای درازی دروغ گفتند و این دروغ رو همچنان بخشی از اون رو ادامه میدند. آقای خمینی میگوید تغییر بر چهار بخش است. بخش نخست فردی است، مانند ترس از رسیدن ضرر جانی یا ترس از اختلاف و تفرقه میان مسلمانان شیعیان. به این میگوید تغییر خوفی، یعنی ترس داشتن از چیزی و به این دلیل تغییر کردن. اما در این دستبندی آقای خمینی، همه این دستبندی به این نیست که شما در برابر بیم و هراس از حکومت یا بیم و هراس از مخالفان یا دلایل دیگری راستی ها رو پنهان بکنید یا دروغ بگویید، تغییر کنید. بخش سوم تغییر ایشان بسیار مهم است، زیرا در این تقسیم بندی تغییر چهارگانه بخش سوم به دولتیان این پروانه رو میداره. دولت اسلامی به جمهوری ولایت فقیه و سرانش خیلی پیش از اینکه این حکومت به وجود بیاید، ایشان از راه فقهی و کلامی به عنوان ولی فقیه، پیش از آن که ولی فقیه بشود، این پروانه رو به دولتیان داده. اما شما می توانید به مردم خودتون و به دنیا دروغ بگید، هیچ گناهی هم بر شما نیست و این اصلا درست است که شما دروغ بگویید. این آیین شیعی است، این رو من نمیگویم، این رو آیین خمینی پایگزار جمهوری اسلامی، امام جمهوری اسلامی، اولین ولی فقیه، رهبر انقلاب، اینها رو نوشته در این رساله. آقا شما می توانید دروغ بگویید. بنابراین آقای روحانی، آقای ظریف، آقای خامنه‌ای که این سخنان رو به زبان می آورند، سران سپاه، اینها از ترس مردم که نیست، اینها بر پایه این داوری هاست. اینا در دامان چنین فرهنگ و ارزش و فقهی پرورش پیدا کردن، وفادار به این فقه هستند. این بخش چهارم چیست؟ گفتم من در برنامه دیگری به درازا به این موضوع تغییر خواهم پرداخت. پنج مورد حق میدهند که شما در این بخش چهارم تغییر کنید. یک، تغییر در مقابل کفار و غیر معتقدین به اسلام، چه از حاکمانشان چه از مردم. یه هواپیما رو ما زدیم، میتونیم دروغ بگیم چون کفار با کافران درگیر هستیم. تغییر در مقابل حاکمان و سلاطین اهل سنت، ما میتوانیم در برابر آنها دروغ بگوییم. تغییر در مقابل فقها و قضات اهل سنت. تغییر در مقابل افراد عادی اهل سنت، یعنی شما به همسایتون هم میتونید دروغ بگید اگه این همسایه اهل سنته. پنجمش خیلی جالبه، پنجم نسخه دولتی برای دروغ پردازی مردم ایرانه. تغییر در مقابل شیعیان، نه اهل سنت، نه کافران، چون یکم در مقابل کافران و غیر معتقدین به اسلام بود، در مقابل اونها شما می توانید دروغ بگویید. دوم در مقابل حاکمان و سلاطین اهل سنت بود. سوم در مقابل فقها و قضات اهل سنت بود. چی هستید؟ در یک کشور اهل سنت شما رو گرفتار کردن، می توانید دروغ بگویید که شما رو براتون گرفتاری پدیدار نسازند. در مقابل افراد اهل سنت هم می توانید دروغ بگویید. اما پنجمی بسیار مهم است، نسخه فقهی است برای اینکه سران حکومت ایران به مردم شیعه ایران دروغ بگویند. تغییر در مقابل شیعیان، اهم از پادشاهان و افراد عادی شیعه.
اینا سخنان آقای خمینی است. پیش از این که ایشان ولی فقیه بشوند، پایگزار جمهوری اسلامی بشوند، در این رساله میگوید که شما میتوانید، اصلا جایز است، نه تنها به دشمنان دین، نه تنها به کافران، نه تنها به اهل سنت، به مردم شیعه هم دروغ بگید. این بخشی از دین شماست. هیچ گرفتاری هم در این زمینه وجود نداره. اینا آموزش آقای خمینی است به پیروانش. آقا دروغ گفتن چیز بدی نیست. اصلا شما بدون دروغ گفتن به بهشت نمیرید. چون ایشان این عبارت رو میخونم. عموم و اطلاق اخبار تقیه همان صحیحه فضلا که از امام باقر رحمت کرده روایت می کند، تقیه در هر موردی که آدمی بدان استرار پیدا کند خداوند حلال گردانیده است. و روایت اعجمی از امام صادق که فرمود دین ندارد آن که تقیه ندارد. و غیر از این روایات جمیع تقسیمات مذکور را شامل شده مگر مواردی که به دلیل خاص از تحت عموم و اطلاق ادله خارج شوند. ولی روی هم رفته شما می توانید درو بگویید، از جمله به مردم شیعه. هیچ ایرادی هم نیست. اصلا اگه دروغ نگید شما مسلمان شیعه نیستید. خب ما به پایان زمان برنامه رسیده ایم و به نظر می آید که این رشته سر دراز خواهد داشت. تقیه نکنید همیهنان گرامی، راستگو باشید. با دروغ پردازی های حکومت همان گونه که امروز رفتار میکنید و در خیابان این رهبران حکومت رو دروغ پرداز و دروغگو میخوانید، بیستید، مبارزه کنید و هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور. تا برنامه آینده، روز روزگار بر شما خوش بود.